در سیزدهمین هفته خیزش سراسری مردم ایران مطبوعات و خبرگزاری های جهان همچنان وقایع مربوط به این تحول مهم را دنبال می کنند. اجرای حکم قصاص مجید رضا رهنورد دومین جوان بازداشت شده از سوی جمهوری دجال اسلامی در اغلب رسانه های بین و حتی محلی باستاب داشت افزون بر آن تحلیل ها و گزارش درباره این اتفاق تاریخی که مردم ایران در حال رقم زدن آنند منتشر شد یک روزنامه خارجی روز دوشنبه دوازدهم دسامبر برابر با 21 آذر ماه یادداشتی با عنوان چرا اعتراض های ایران میتواند رژیم را سرنگون کند منتشر کرد در این یادداشت تاکید شده که ایران کشوری با تاریخ غنی از مخالفت های سیاسی اکنون به لبه انقلاب رسیده است نویسنده مطلب این رسانه چنین تحلیل می کند مربوط به لغو فعالیت گشت ارشاد در ایران اقراغامیز بود و هیچ مدرکی مبنی بر انحلال آن وجود ندارد از نظر ادهی ای این اتفاق دیدگاهی را تقویت می کند مبنی بر اینکه موج کنونی ناآرامی در ایران هیچ تهدیدی برای رژیم ندارد اما این دیدگاه که با نتایج ناامید کننده بهار عربی و مداخلات نظام غرب در افغانستان و عراق همراه می شود بسیار بدبینانه است حاکمان دجال جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و بیانیه های خود نامطمئن ترسیده و ناهماهنگ به نظر میرسند آنها با اطمینان می دانند که هدف این تظاهرات انقلاب است نه اصلاحات آنها برای نگرانی از این موضوع که تظاهرات کنندگان در نهایت موفق خواهند شد دلیل کافی دارند وبسایت خبری و تحلیلی خارجی وکس گزارشی با عنوان چرا درک اعتراض های ایران دشوار است منتشر و سانسور ترول ها و ربات ها را به دلیل ایجاد جنگ اطلاعاتی مسبب تحریف اعتراض های مردم در ایران معرفی کرد. نویسنده یادداشت این رسانه آمریکایی ضمن اشاره به انتشار اطلاعات نادرست از جمله لغو فعالیت گشت ارشاد می کند در یک کشور به شدت محدود که مطبوعات هم آزاد نیستند محیط اطلاعاتی ضعیف و مستعد بهره برداری است تظاهرات بدون رهبری که در ایران انجام می شود نه برای اصلاحات بلکه برای تغییرات اساسی در این کشور است اگرچه این ویژگی ها از بسیاری جهات نقاط قوت محسوب می شوند ممکن است شرایط را طوری فراهم کنند که ارائه تصویر واضحی از آنچه در ایران اتفاق می افتد مختل شود به ویژه اینکه در این میان گروه های وجود دارند که عمدن سعی می کنند موضوع را به شکل نادرستی جلوه دهند در چنین شرایطی که جریان اطلاعات از ایران بسیار محدود است به نظر می رسد که تمرکز باید بر معترضان ایرانی و انگیزه آنها باقی بماند در ادامه این مطلب آمده است در حالی که معترضان در ایران با یک رژیم وحشی مقابله می کنند نبردهای آنلاین نیز در حال گسترشند روزنامه نگاران ایرانی آمریکایی موجی از حملات آنلاین را گزارش کردند که شبیه یک کارزار هماهنگ است و طی آن هکرهای مرتبط با دولت ایران روزنامه نگاران و کارشناسان را تعمه می کنند. نباید از این نکته غافل بود که چون این کاری در دنیای واقعی عواقبی دارد از جمله شکل دادن به نگاه مردم خارج از ایران به این کشور و اعتراض های آن وبسایت مؤسسه بین ویلسون یا داشتی به قلم حاله اسفندیاری مدیر بخش مطالعات خاورمیانه این اندیش کده منتشر کرد در این یادداشت با اشاره به انتخاب زنان ایرانی به عنوان قهرمانان سال 2022 از سوی مجله تایم آمده است همانطور که زلنسکی شجاعانه با تهاجم یک مهاجم خارجی مبارزه می کند زنان ایرانی نیز دلاورانه با تجاوزهای دولتی علیه مردم این کشور مبارزه می کنند آنچه می بینیم این است که تظاهرات پس از فوت محصا امینی به قیام جوانان ملت ایران علیه حکومت سرکوبگر ظالم تبدیل شده است این پژوهشگر ایرانی آمریکایی در ادامه مطلب خود می رژیم دجال جمهوری اسلامی ممکن است انتظار داشته باشد که مانند گذشته با استفاده از سرکوب زندانی کردن معترضان و از بین بردن تظاهرات کنندگان به سرعت این اعتراضها پایان دهد اما این بار چون این نیست اعتراضها همچنان ادامه دارند و هدف آن دیگر صرفا از میان برداشتن هجاب اجباری نیست بلکه هدف خود رژیم است جمهوری دجال اسلامی این بار در مواجهه با نسل جوانی که حراسی ندارد با تکیه بر اعمال قدرت وحشیانه ادامه می دهد در حالی که نشانه های سردرگمی یا فقدان اطمینان در مورد بهترین راه برای پایان دادن به این قیام در آنها دیده می شود. در بخش دیگری از این تحلیل میخوانیم با اینکه سرکوب های گسترده حکومت هدف اعتراض زیادی واقع شد و است که رژیم به این صداها گوش دهد از سوی دیگر در حال حاضر بعید به نظر می رسد که زنان و مردان جوان و نسل زد ایران قهرمانان واقعی این قیام خیابانها را ترک کنند. قیام بی سابقه در شهر به ظاهر مقدس خیابانهای شهر میدان جنگ شد علم الهدا فرار کرد زن اگر حجاب داشته باشد در متن تاریخ قرار خواهد گرفت و اگر بی حجاب بود در حاشیه باقی خواهد ماند و هر چقدر هم سواد و قدرت سیاسی و اقتصادی داشته باشد همچنان در حاشیه مانده و در سایه مرد زندگی خواهد کرد با زن سالاری در خانه زن از هاشیه بیرون نمی آید و برای اینکه یک زن سازنده و مستقل باشد باید پیرو حضرت زینب باشد این اراجیف که شنیدید سخن پراکنی های علم الهدا بود پس از این اراجیف قیام بی سابقه در شهر به ظاهر مقدس مشهد به وجود آمد خیابانهای شهر مشهد به میدان جنگ تبدیل شد. گزارش حاکی از آن است که علم الهدا از صحنه سخنرانی فرار کرد.